0.65 for each customer you attract to the site based exchange.com که یعنی 65 صدام دلار بابت هر مشتری که شما معرفی کنید به این بازار میده. خب این بعد شما هم کد ریفرال داشته باشین، پس بعد برین توش رجیستر کنید، رجیستر شدتون رو به این اون بدین تا این به قول معروف توسعه پیدا کنه تو دنیا. میگم هنوز ما سراغ چیز نرفتیم، چرا ایردروپ رو گفتم ولی نمیدونم اینو اشاره کردیم اینجا یا نه، که قوی ترین کسانی که تو حوزه ایردروپ و معرفی ایردروپ، بیشتر بحث معرفی ایردروپ تو دنیا کار میکنن هندی ها هستن. شما تو یوتیوب بزنید ببینید کلی سایت، کلی شبکه است، کاناله که اومده معرفی کرده و خوبم دارن کار میکنن، 24 دارن کار میکنن، هم از یوتیوب بابت ویو بالای کانالشون درآمد دارن، هم اینکه از این لینک های ریفرال که خب قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود هست. خب من این سایت رو قبل از اینکه ببندم اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم. اگر سوالی هست بفرمایید که من در خدمت دوستان هستم. آقای عقیلی، خب من به شما دسترسی دادم، میکروفونتون بازه. من به خاطر اینکه برگشت صدا نداشته باشیم هدست خودم رو وصل کنم. بفرمایید، ما گوش میکنیم. جناب آقای عقیلی صدای منو میشنوین؟ آقای مهندس یوسفی، ما مشکل داریم سر اینکه دوستان میکروفونشون باز میشه میخوان صحبت بکنن. الان من این گوشه سمت راست صفحه رو میبینم، بغل هلپ شبکه من عالیه، فول سبز، مشکل اینترنتی ندارم. استاد کدوم یک از عزیزان میخواد صحبت کنه؟ الان میکروفون آقای هر آقای عقیقی، شاید منصرف شدن. ببخشید من چون یه بار وصل شدم گفتم یه توضیح بدم، روی میکروفون بزنن باز بشه، سبز رنگ میشه، بعد میتونن صحبت کنن، تا اونو نزنن نمیتونن این بر صحبت کنن. حالا البته دوستان حتما میدونن، شاید مشکل دیگه ای باشه. ممنون از توضیح. این خوبه. اگه مشکل روی فایل هست، من این فایل همینجا آپلود کردم، میتونم تو توی واتس توی تلگرام براتون بفرستم. من تیکه تیکه مربوط به هر فصلی که دارم صحبت میکنم و خدمتتون عرض شود که فایلش رو پی دی اف میکنم که وقتی دارم بارگذاری میکنم سنگین نشه، راحت بتونیم ازش استفاده کنیم. اگر اینجا باز نمیشه من برای شما روی تا انتهای این کلاس رو دفعه بعد ارسال میکنم. خب درسته صفحاتش کمتره چون من بقیه رو پاک کردم که بتونم فایل حجمش کمتر بشه، راحتتر آپلود بشه، مشکلی نیست. خب من برگردم به صفحه، خب اینو با هم دیدیم، روی بیس اکسچنج احتمالا سوالی نبود. ببینید اتر اسکن رو با هم سایتش رو دیدیم قبلا، حالا من دوباره اینجا کپی میکنم، آدرس رو برای شما میذارم و
اگر قبلا یادداشت نکردین این بار بنویسین. آدرس کیف پول اتر رو که اینجا بزنید به شما چی نمایش میده؟ موجودی و ترانزکشنش. زمانی که شما خریدی از جایی انجام میدین میتونید آدرس کیف پول خودتون یا کیف پول مقصد اگه مثلا برای کسی زدین میگه نرسیده کپی کنید بذارید اینجا سرچ کنید بهتون میگه چند تا تو چند دومین کانفرمیشن تایید ارسالش هست. بعضی موقع شبکه شلوغه یه مقدار زمان میبره پس جای نگرانی نیست. بحث پولداراش هم اومدیم تاپ اکانت رو دیدیم. تاپ اکانت رو دیدیم و رسیدیم به این که مثلا بالاترینش چقدر بود؟ مثلا یه بار دیگه سرچ بکنم. یه تعداد قابل توجهی اتر توی کیف پولش داشت. و خب میبینید دیگه الان 5257689 تا یعنی چیزی حدود 4.6% از کل کیف اتر توی دنیا توی دست این کیف پول هست که قرارداد هوشمندم روش داره. خب این راحت ترین راه بود برای پیدا کردن کسی که میخواستیم توی این حوزه ببینیم. توکن های ERC20 رو میتونید اینجا ببینید. ترانسفر شده های حالا اگر میخواین یه توکنی رو ببینید ترانسفر شده یا نه آدرس کیف پولتون رو اینجا سرچ کنید بهتون مشخص میگه. ریسورساتون که حالا یه سری اطلاعات مختلف بهتون میده. یه سری هم ییلد فارم داره. ببینید شما اتریوم رو میتونید روی بلاکچین اتریوم در یک سری کیف پول ها وبسایت ها اکسچنج ها نگهداری کنید که بابت این بتونی سود دریافت کنی. خب لیست اینا و درصد سودی که میدن حالا باید بررسی بشه چه جوریه و خب بهترین راه اینه که از این سایت های رتبه بندی استفاده کنید. میبینید که حالا این اولیه که به غیر از اینکه حالا اسپانسر شده اومده این بالا قرار گرفته، الباقی رو اومده اینجا هم کوین خودشون رو گفته هم آدرس توکنشون رو گفته اطلاعات مورد نظرتون هم اینجا گذاشته. یه روشیه خب جدیدن هم ازش خیلی استفاده میشه اما در نظر داشته باشین که وقتی که بیت کوین انقدر ارزش پیدا کنه خیلی راحت نمیشه به دست هر کسی داد برای 1-2% سود. حواسمون جمع باشه. ما یه نکته هم داریم، گس تریکر توی اتر. وقتی که شما توی کیف پولی اتر نگهداری میکنید وقتی جابجا میکنید یه مبلغی بابت نگهداری از شما میگیری، یعنی به غیر از کارمزدایی که به طرفین خرید و فروش پرداخت میکنی و اکسچنج یه مبلغی رو خود کیف پول ازتون کسر میکنه که بهش میگن گس و توی این بازار بسیار شناخته شده هست. دیسنترالایزد اکسچنج دکس میشه، دیفای دیسنترالایزد فایننس که توی این دوره با هم صحبت خواهیم کرد در خصوصش. پس به این راحتی ما تونستیم یه کیف پول و آدرسش رو بزنیم اینجا. مثلا من حالا به خاطر اینکه یه بارم این کارو انجام بدم که شما ببینید مثلا این کیف پوله رو آدرسش رو کپی میکنم 2,800,000 خورده ای داشت، میرم اینجا پیست میکنم سرچ رو میزنم تمام مشخصه. اولا همه بالانسش رو به من میده، ارزش این کیف پول $3,149,000,000. توکن هایی که در خودش نگه داشته بیش از 105 تا توکنه، میتونم بزنم نگاه کنم. این بابت این به درد من میخورد. یادتونه بحثمون چی بود؟ اینکه من اگر بخوام روی توکنی سرمایه گذاری کنم کدوم ها خوبه. خب به هر حال اینایی که رفتن سراغ این چیزا یه قدم از بقیه شاید جلوتر باشن. یونی سوایپ رو میبینید که روی دیفای خیلی هم فعاله و همینطور اسکرول کنیم بیایم پایین کلی این بتم همین صورت کلی الان این گفته 24 تا ما میتونیم 100 تاش بکنیم، 25 تا گفته میتونیم 100 تاش بکنیم، لیست بزرگتری ببینیم. پس میشه از این استفاده کرد برای اینکه اگر میخوام یه سبد سرمایه گذاری مثلا من گفتم یه قسمتیشو نقد نگهداری 5% 10% سرمایه‌تون رو ببرین روی توکن‌ها. حالا شاید توکن پایان دوره برای شما گینی هم نداشته باشه در بلند مدت، شاید اصلا حذف شه، اما به ریسکش میارزه. شما اون 10% از روز سودی که توی بیت و اتر میگیرید در میارید، شک نکنید. این قسمت هم اگر به قول معروف بگیره خیلی خوب میشه. پس به این صورت هم تونستیم، من برگردم دوباره یه دونه دیگه هم برگردم به صفحه اصلی که اومدم اینجا بالانسش رو دیدم، تعداد توکنش رو دیدم،
بالانس اتریش رو دیدم و پولیش رو و ترانزکشن هاش رو میتونم اینجا ببینم. اینا همه خروجی هاش رو از رو بایننس ورودی داشته به این میزان و خدمتتون عرض شد که همینطور. حالا اینا چرا صفره؟ شاید چیه اینا؟ شاید از این چیزای هوش اسمارت کانترکت خریده، همین توکن هاست. خروجی سی اس پی هم بهتون میده که اگر یه آدم باهوشی بیاد اینا رو دانلود بکنه، بعد بیاره بغل همدیگه بذاره، روش یه پیوت تیبل بزنه، میتونه 4 5 تا توکن خوب در بیاره. اینم یه ایده ازش میتونیم استفاده کنیم. سایت blockchain.com هم به شما این اجازه رو میده که من این سفر رو فکر کنم بعد فیلتر شکنم رو روشن کنم. این امکانه به شما میده که آدرس اینجا بذارید، بیت کوینی رو بزنید، براتون سرچ بکنه، یه سری اطلاعات جانبی رو هم به شما میده. گفته blockchain data is in our DNA. خب خیلی ادعای گنده‌ای داره میکنه که مثلا در ذات ما هست همچین چیزی. یه چیز در مورد DNA گفت. من یه نکته ای رو بگم، یه چند دقیقه ای رو استراحت بکنیم بعد دوباره برگردیم. ببینید من چند خب مرتب چک میکنم اینکه کسانی که تو همین راستای آموزش کریپتو دارن، تو دورهای سطوح مختلف آموزش میدن، چه سرفصلایی رو دارن میگن، سرفصل من چه چیزهایی بیشتر از اونها داره، چه چیزهایی کمتر داره، مقایسه میکنم و از نکات مثبتی که اونها دارن استفاده میکنم. دیروز پیروز که داشتم نگاه میکردم، دیدم یکی از این موارد اومده یه سرفصل رو به MBTI تخصیص داده. شاید با این تست قبلا هم آشنا شده باشین، یا مثلا زمانی که داشتین توی شرکتی استخدام میشدی به شما گفتن که این تست رو بزنید. مرتزبرگ و از اون دو نفرن که توی این حوزه کار کردن تو بیهیویر فایننس، تست جالبیه. خیلی راحت شما بزنید MBTI، فارسی رو نیستین، تست MBTI چیست؟ و خدمتتون عرض شود که برای شما اطلاعات کامل رو